سرخط خبرها. بیرون آوردن آخرین قربانی از زیر ترمه خاروخ. پولها را از روسیه تلفنی می فرستند. قطع تلاش جستجو و نجات آدمان از زیر خرابه ها در ترکیه. سلام، آغازی هفته نو برایتان خوب باشد. امیدوارم سلامتید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 20 فوریه است. بعد از جستجوهای چند روزه، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از پیدا نمودن جسدهای دو قربانی آخرین ترمه مرگ‌آور در شهر خاروخ خبر داد. دو دختر دانشجو از ناحیه ایشکوشیم روز 15 فوریه سال روان در زیر ترمه مانده بی‌نام و نشان شده بودند. جسد یکی از این دختران را کمیته شام 17 فوریه و جسد دختر دوم روز 18 فوریه با گذشت 3 روز از ترمه فرایی پیدا کردند. جسدهای این دختران روز گذشته از سوی مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان به نزدیکانشان در ایشکوشیم سپرده شد. در یک هفته اخیر در پای فرامدن ترمه در تاجیکستان 18 نفر در زیر آن جان باختند. اکثر قربانیان در شهر خاروغی بدخشان بودند. طی روزهای اخیر ده ها حالت فرامدن ترمه ثبت گردیده است که 44 حالت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به عمل آمده است. هواشناسان میگویند هوای نامساعد و فرامدن ترمه ها در کوهستان تا 21 فوریه ادامه میکند. ترکیه عملیات نجات و جستجوی بازمانده ها از زیر خرابه های زمین لرزه را بجز از دو منطقه در دیگر شهران و ها قطع کرد. بنابر اطلاع اجنسی حالت های فوق العاده ترکیه در ولایت قهرمان مرش و حتی که از همه بیشتر در این حادثه آسیب دیدند، کارهای جستجوی ادامه خواهد کرد. خبرگزاری AFP از قبل یونس سزر رئیس اجنسی حالت های فوق العاده ترکیه نوشته است، شمار قربانیان زمین لرزه در این کشور به 40,689 نفر رسید. در مجموع در زلزله روز 6 فوریه در ترکیه و سوریه بیش از 44,000 نفر جان دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که کاری نجات دهندگان تاجیک در شهر قهرمان مرش ترکیه به انجام رسید و همکنون آنها کارهای جستجویی را در حتی ادامه می‌دهند. نجات دهندگان تاجیک که در حتی ترکیه قرار دارند روز 18 فوریه جسد 15 نفر را از زیر خرابه‌های بناهای فرو ریخته بیرون آوردند. از اولی آغاز کارهای جستجو و نجات، نجات دهندگان تاجیک جسد 196 کشته زمین لرزه ترکیه را از زیر خرابه ها بیرون آورده و به مقامات دخلدار سپردند. همچنین 3 نفر را زنده نجات دادند که 2 نفر آنها کودکان بودند. وزیر تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماری سرعتی سرخکان میان کودکان در سال 2022 نگرانی کرد. بیماری سرخکان زود از انسان به انسان سرایت می کند و در صورت بی‌اعتنایی به مراجعه می تواند سبب مرگ شود. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در 1 و 6 سالگی ام کرده می شوند. گزارش سروین زیرالله و براد یوسفی در همین باره است. وزیر تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماری سرایتی سرخکان در سال 2022 نگرانی کرد. گرفتاری صدها کودک به بیماری سرخکان در یک سال در حالی است که به گفته وزیر سال 2021 در کشور همگی 10 حالت سرایتیابی ثبت شده بود. 2022 год количество стало 425 случаев больше старых по сравнению 2021 году. Но основная прия хочу проинформировать. Да, соли 2022 гирифтори ба бемори сухакон 425 маврид нисбат ба соли 2021 зиёд аст. Ман мехоҳам вазъиятро шарҳ диҳам. Зикр карданиам ки миёни кӯдакон ки ваксина аз бемори сурхаконро мегиранд 98%-ро ташкил медиҳад. طبقی ادبیات ها 7% کودکان ایمونیتیت پیدا نمی کنند. 2% را والدینشان روزی نمی شوند که واکسین بگیرند. همین طور 9% کودکان واکسین نمی گیرند. родители они отказываются от проведения вакцинации. Это получается 9% дети, которые не получают вакцины. با گفته وزیر تندرستی، ویروس سرایتی سرخکان از روسیه و ازبکستان به تاجیکستان وارد شده است. با قول وزیر در کشور حالت‌های گرفتاری به نوع D6 سرخکان مشاهده می شود که آن در شهر نوسیبیرسک روسیه هم آشکار شده بود. تحقیق کارمندان ما نشان داد که از همه بیشتر موردهای گرفتاری به بیماری سرخکان در شهر دوشنبه، ناحیه های رشت و نوراباد و می خورند. با
و با سبب این در این منطقه ها معرکه امگذرانی رو هندازی کردیم. سفارت تاجیکستان در روسیه آخری ماه ینور از انتقال جسد یک نابالغ خبر داد که از بیماری سرخچه در ولایت لنینگراد جان داد. با اطلاع سفارت نورس تاجیک روز 25 ینور در پی گرفتاری به این بیماری فوتیده بود. بیماری سرخکان زود از انسان به انسان دیگر سرایت میکند و در صورت بی‌اعتنایی به معالجه میتواند سبب مرگ شود. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در یک و شش سالگی ام کرده میشوند. بانک‌های روسیه تصمیم دارند که انتقال مبلغ‌ها را به خارجی توسط رقم تلفنی مزاج عملی گردانند. بانک مرکزی فدراسیون روسیه از نتیجه آزمایش موفق لایحه راه‌اندازی انتقال پول به جمهوری بلاروس توسط سیستم زودپرداخت خبر داد. به اطلاع منبع، بعضی از تشکیلات های بانکی علاقه آمادگی خود را برای راه‌اندازی این سیستم اعلان کردند. اما بانک مرکزی روسیه گفته است فعلا انتقال تنها به کشورهای همسایه عملی میگردد. با گفته اولگا سکورابگاتوا معاون اولی رئیس بانک روسیه، برای انتقال مبلغ به دیگر دولت ها توسط سیستم زودپرداخت آمادگی تنظیمگران محلی و موجودیت پلتفرم های مانند ضرور است. فعلا تنها جمهوری چین پلتفرم کاری دارد که سیستم میتواند با آن کار کند. بانک مرکزی روسیه همچنین خبر داده است که لیمیت یا محدودیت انتقال رایگان را با سیستم زودپرداخت افزایش دهد. فعلا این مبلغ 100 هزار روبل گفته می شود. فعلا سبیربانک و وتب بانک های بزرگ روسیه انتقال پول ها را به خارجی توسط سیستم های خود انجام می دهند. بانک تینکوف هم عملیات بین المللی را توسط رقم تلفنی به تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و قرغیزستان انجام می دهد. ضمن نشستی خبری امانت بانک مسئولین گفتند بعضی از مهاجران پول را نه توسط نظام های انتقال مبلغ بلکه بیشتر به حساب بانکی خویشاوندان در تاجیکستان میگذرانند. این کار به گفته آنها نو و ساده و ارزان است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرمان بقازاده همراه میبینیم. بیستم فوریه با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی عدالت اجتماعی تجلیل می شود. این سنه به خاطر به حکومت ها یادرس شدن از ارزش و معیارهای مثل تامین حقوق اجتماعی برابر حقوقی، همایش با جامعه، تامینات با کار و پرداخت معاش شایسته تأسیس شده است. روز 20 فوریه سال 2006 رسمی افتتاحی ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده دو برپا شد. بر اساس سازشنامه 180 میلیون دلار خرج ساختمان را جانب ایران و 40 میلیون دلاری باقی مانده را تاجیکستان به عهده گرفتند. نیروگاهی که تا سال 2014 بر فراز رودخانه وخش پور را ساخته و به استفاده داده شد، در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند و تا اندازه نیاز تاجیکستان به نیروی برق را برآورده می سازد. 20 فوریه سال 1929 زاد روز آهنگساز یعقوب سبزانف است که در 84 سال عمرش برای ایجاد و رشد موسیقی زمانوی و کسبی تاجیک سهم زیاد گذاشته است. این نماینده یهودی های بخارایی زاده دوشنبه بود و بعدی ترک تاجیکستان هم همیشه با افتخار خود را یک آهنگساز تاجیک معرفی میکرد. مؤلف ده ها اپرا و ترانه ها از جمله بازگشت، امتحان، داستان سیمفونی، یاد رودکی بود. ترانه اش زیبنده ترالیبوس اطلس تا امروز چندین بار بازخوانی شده است. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و گزارش های از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا نمایید. تو فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.